سلام علیکم حال احوال چطوری؟ جمعه است من از اول هفته بدنم گفت من دارم مریض میشم مریض میشم دیروز دیگه اوجش بود یعنی دیروز و پریروز اوجش بود پکیدم رسما پکیدم نصیبتون نشه سرمایه خیلی بد خوردم و الان هم صدا رو دارین دیگه بعد خیلی از جلسه ها مجبور شدم کنسل کردم الان امروز بک با... تو بک جلسه دارم ولی یه ورکشاپ داشتم دیروز نگه داشتم با قرص و اینام. ولی یه چیز اتفاق دیروز برای من افتاد فکر کردم بیام راجبش با شما صحبت کنم اتفاق این بود من دیروز حالم خیلی بد بود دیگه با ماسک تو خونه راه میرفتم چون هی عطسه می کردم. آبریزش داشتم گفتم بذار حالا بگذریم که من خودم پسرک گرفتم ولی حالا بعد گفتم بذار اینا رو مراقبت کنم دیگه اینا همه از من نگیرن حالا یکی از چیزایی هم که خیلی برای من سخته موقع که مریض میشم سرما میخوام چون من بذارم خیس خیس خودش خوشه با سشوار اینا خوش مثلا فرش به و اینا چطور هموم نمیتونستم برم بلکه این موی خیس خیلی اذیت میکنه دیگه خلاصه اصلا نا نداشتم هیچی داغون بودم دیروز بعد اینو پسرک دید اومد به من گفتش که مامی تو مریضی گفتم آره من مریضم گفتش که ها میدونستی آدم و وقتی مریض میشن ممکنه بمیرن حالا چرا اینو میگه به خاطر اینی که ام، 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 ام یه که آدمی یک ایونتی هست یک اتفاقی تو تورنتو به نام تری فاکس من تو پادکستم هم راجبش صحبت کردم که در مورد یه پسریه به نام آقای به نام تری فاکس که ایشون سرطان میگیره و به خاطر سرطانش خیلی ساله مثلا 1980 ایناست دقیق نمیدونم بعد به خاطر سرطانی که میگیره یه پاشو مجبور میشن قطع کنن امپیتت میکنن بعد این برای اینکه آگاهی رسانه کنه راجع به این پولاشو با دوستش جمع میکنه یکی از همکلاسش یه ون میگیرن دوسته تمام از سمت شرق تا غرب کانادا این کست و از کنار آب و همه اینا این میدویده با یه پا بعد که آگاهی رسانی کنه بعد خیلی قصتش هم خیلی جالبه دیگه حالا ما بد نیست بهتون بگم که میگه که من خودم همش میگفتم فکر نمی کنم که من این همه هزار کیلومتر رو باید برم من فکر میکردم که من باید برسم به ون دوستش هی میرفته جلوتر وای میستده با ونش تا این بهش برسه و به یه ذره آب میخورده دوباره میرفته و این بعد میگه که بعد خلاص سال تفلکی دیگه وسط کارم سرطان رو میکنه و فوت میشه ولی الان ما هر سال تو سپتام تریفاکس ران داریم یعنی همه جمع تو مدرسه ها اینجا یه اتوبان خیلی بزرگی تو تورنتو میدونم شهرهای دیگه هم هست برای آگاهی رسانی به سرطان و پول جمع کردن به تعداد آدمایی که میرن میدونن بقیه, بقیه کانتیبیت میکنن پول میدن و برای سرطان برای مثلا تحقیق روی سرطان ریسرچ و اینجور چیز من اتفاقی که دوستای خوب هم پدرشون از سرطان فوت شده اون همیشه میدونه ما هم حواسمون هست که مثلا میریم براشون کانتیبیوت میکنیم یه پول میدیم یه سال هم من رفتم دوی دمج. حالا اینا تو مدرسه میرن تو این نیبرهود اطراف میدونن پسر من به خاطر تری فهمیده که مریضی میتونه آدم ها رو بکشه خب حالا متوجه نیست که سرطان چه چی چیز وحشتناکی میتونه باشه انقفن. بعد دیروز اف من گفتش که یعنی تو هم ممکنه مامی از این سرماخوردگی بمیری گفتم نه مامان با سرماخوردگی که آدم نمیمیره همه این میخوام بهتون بگم چقدر تو ذهن تاثیر میذاره آقا من همون موقع که داشتم تو آشپزخونه کارا میکردم گفتم نزنه ما بمیریم بعد سردردهای بدم داشتم سینوسم درگیر شده بود سردرد بد داشتم دوشم هم بود خوب نمیخوابیدم مثلا شبی هشت دفعه نه دفعه بیدار می شدم میرفتم دستشویی میمدم دور خودم می چرخدم. قرص می خورم مثلا یعنی چیز بی بود دیشب از اون شب بدا بود دیگه پادکست گوشتم تو گوشم گوش دادم هی پا شدم هی رفتم هی اومدم یعنی بیچاره همسر جان وسط کار همسر جان بالاش گفت واقعا متاسفم ام ساری که انقدر حالت بد و اینو گفتم ببین من اگه مردم من اگه مردم یادت باشه ها مثلا فلان چیز و فلان کار باید بکنی یا به فلانی باید زنگ بزنی یا حواست به بچه باشه و بعد اینجوری پاشده و ساعت مثلا سه چرا باید بمیری تو چی شده what's wrong with you woman گفتم نمیدونم حقا من همه حرفت مثلا پسرک که به من گفته که مامی میدونی مریضی میکشدت گفت بابا یو کریزی دیوونه ای مگه بگی بخواب خلاصه من دیشب دیدم چقدر یه حرف یه حرف که حالا مثلا یه بچه داره به من میزنه بچه هم میزنه میتونه تاثیر بذاره رو ناخودآگاه من یعنی واقعا من مثلا سردردی مثلا من رو بالش به با هم داشتم باور نکردنی و مثلا این قصه مال 10 تا 12 ساعت پیش من الان خوبم خدا رو شکر سرم از رو بالش با هم داشتم وای درد دنیا میمد تو کلم می گفتم دارم می نکنه من دارم میمیرم نکنه این بچه به دلش راه اومد چرت و پرت من علت این که مادم یه باتون قسمت کنم اینه که میدونم شما هم خیلی وقتا یه همچین فکر رو عجیب و به ذهنتون میرسه مثلا یکی یه یک چیزی به تو میگه اون فکر رو میپذید و میچرخونید حالا من خیلی سر کردم چرخش رو ببرم ولی مریض بودم حالا خوش نبود یعنی مثلا خواب درست سایی هم نمی کردم. صبح که پا شدم گفتم سلام از کن حالت خوب شد دوشم داری میگیری پس درسش برات چیه؟ درسش برای اینه که خودت انتخاب میکنی وقتی حالت بده به چی بیشتر از همه فکر کنی به چی کم کنی اصلا تو به من بگو تو وقت حالت بده به چی بیشتر از همه فکر میکنی قرار بمیری با سرماخوردگی خوردگی شکا الان میخندم ولی دیشم گفتم نکنه با هم بمیرم با تو من اصلا آماده نیستم من با سرما خوردگی بمیرم این خیلی مسخره است موضوع خودت باش بای